به نام خداوند بخشاینده و مهربان. وطنداران عزیز سلام، صبح شما بخیر باشه. انشالله هر جایی که هستین صحتمند و سرحال باشین. شکرگزار هستیم خداوند بزرگ و منانه که بازم بر ما فرصت میده تا در برنامه گلبانگ در خدمت شما باشیم. اما طور که در آغاز برنامه یک تک تک میشه، ما هم تک تک میکنیم تمام دروازه های خانه های شما را و شمایی که بیننده گلبانگ از تلویزیون یک هستین، از خواب خسته باشین و انشالله که یک صبح قشنگ و زیبا و عالی بر شما رقم خورده باشه و بتانیم که ما برنامه خوب و عالی رو بر شما تقدیم بکنیم با کاملا انرژی خوب و خاص. و انشالله که همه شما کمی لحظه ما رو بیننده هستین پر انرژی باشین، زندگیتان پر کیف و لذت بخش باشه و روزهای هفته بر شما عالی، بهتر، خوبتر و با تمام انرژی سپری شوه. خوشبختانه که ما و ستاره در خدمت شما هستیم و انشالله که تو پایان برنامه ما را همراهی بکنین. صبح ستاره هم چنان بخیر. صبح خودت هم بخیر تمیم جان، صبح هموطنهایی که ما را بیننده هستن بخیر باشه و یک صبح پر از خوشی و آرامی را آغاز کرده باشین کنار خانواده ها و فامیل و دوستان و عزیزانتان که بسیار دوستشان دارین و با یک لبخند شما میتونین صبح را با نشاط و با روحیه آغاز کنین. و صبح هنگامی که ما از خانه میبراییم حتما با انرژی و با روحیه از خانه میبراییم. حتما کوشش بکنین که صبحانه نوش جان بکنین که تا آخر روز را با انرژی بانین و همیشه پر انرژی باشین و روزتان پر از دست آورد باشد و کتاب بخوانید. همیشه از کتاب استفاده بکنین که کتاب مثل آب میمانه که اگر روزانه ما استفاده نکنیم از آب دچار مشکلات خواهیم شد و از کتاب اگر استفاده کنیم پر روحیه و با روحیه میباشیم و ذهن ما پر از انرژی خواهد بود. صبح پر از خوشی را برتان آرزو می کنم و از تمیمم می پرسم که صبح چیگونه آغاز شده و بر ما میگه که امروز صبح را با انرژی آغاز کرده، با روحیه آغاز کرده یا خیر. فوق العاده یک صبح زیبا، قشنگ و عالی. امیدوار هستم که این صبح برای کل ما و شما همونطور عالی و قشنگ بوده باشه. لطفاً به ادامه گپای ستاره کرونا را هم جدی بگیرین و فاصله های فردی را مراعت بکنین، ماسک بپوشین، اگر از دستکش استفاده نمیکنین، معمول است که حالا هیچ کس از دستکش استفاده نمیکنه، اما خوبی برای است که باید کرونا را جدی گرفت و مایع ضد عفونی که حتما استفاده بکنیم و یگانه راهی که میتونه ما را کمک بکنه برای جلوگیری از ویروس کرونا مایع ضد عفونی است، چون خیلی زود سرایت میکنه با دست دادن و با روبوسی و با بغل کشی که از اینا حتما و حتما باید خودداری بکنیم. و کرونا خیلی جدی است، رفته رفته بالاخره این دوره هم ختم خواهد شد و ما میتونیم پیروز شویم، به شرطی که خدای نخواسته ما بک فوجی کلان روبرو نشیم. یک مطلب هم ما داریم که میگه زمستان میره اما روسیاگی به زغال میمانه، همونطور روسیاگی بر کرونا خواهد ماند، اما به شرطی که ما توجه جدی در قبال کرونا داشته باشیم. در پهلوی ازی که از مایع ضد عفونی استفاده میکنین سیستم ایمنی بدنتان را هم بالا ببرین و زیادتر از میوه‌جات استفاده کنین که خدای نخواسته به مریضی که دامنگیر جهان شده سر دوچار نشین که از کارها و فعالیت‌های روزمره‌تان باز بانین. ستاره صبح را چگونه شروع کردی و صبحانه گرفتی یعنی؟ صبح را عالی آغاز کردیم و به هموطنان هم امید دارم که یک صبح پر از عالی و پر از انرژی را آغاز کرده باشه. از صبحانه کم گرفتین، زیاد نه. ما برای توصیه میکنم که صبحانه زیاد بگی، به خاطر از اینکه وقت ما صبح از خواب بیدار میشیم و قرار است که ما صبحانه بگیریم، وقت ما صبحانه میگیریم یعنی صبحانه گرفتن یا چای صبح بگم به قول عام خیلی برای آدم انرژی میده و دوستایی که عزیزایی که سرخیز نیستن و بسیار دیر از خواب بیدار میشن، کسل میباشن، یک قسم احساس خستگی میکنن، کلش ناشی از امی است که ما صبح وقت بیدار نمیشیم و یکی که ما صبحانه استفاده یا صبحانه نوشجان نمیکنیم.
هر قدر ما صبح وقت از خواب بیدار شیم و دسترخوان ما دسترخوان پر از محبت و پر از عشق باشه در کنار فامیل ما، حتی اگر ما وظیفه میریم صبح وقت بخیزیم باید دسترخوان ما هوار باشه و مایی که چای صبح میگیریم یا صبحانه نوش جان میکنیم میتونه که بر ما فوق العاده انرژی خوب و عالی را بده. و از این خاطر ما برای خودت هم توصیه میکنم که صبحانه بگی. در پهلوی از اینکه صبحانه بگیریم و سحرخیز باشیم، سحرخیزان باشیم، کتاب هم بیشتر هم گفتم که باید کتاب استفاده بکنیم، چون کتاب دریچه است به سوی آرامش و خوشبختی و پرورش ذهن و رهنمایی برای زندگی بهتر. اگر ما کتاب را تبدیل به یک عادت خوب بکنیم در زندگی بهتر میشه که ما میتونیم که در زندگی خود بیشتر پیشرفت کنیم و بر راه توسعه از آموزش خوبتر برسیم. و زمانی که ما میخواییم کتاب بخوانیم مخصوصا زیادتر کوشش بکنیم به کودکان به تبدیل به یک عادت به اونا داشته باشه که بتیم برش عادت بتیم که در آینده به مشکل بر نخوره، مخصوصا در عرصه آموزش و پرورش. بله. و متاسفانه که در جامعه افغانستان فعلا از تلفن زیاد استفاده میکنن و کوشش میکنن که دور باشه کودکانشان از بعض موارد، فقط تلفن هم میتن که گیم بزنن و مصروف گیم بازی باشن و مصروفیت دیگه نداشته باشن. بیاین کوشش بکنیم به کودکان توصیه بتیم، چون کودکان تقلید میکنه از پدر و مادر، و توصیه کنیم که زیادتر از کتاب استفاده کنه و به کتاب عادت بتیم. قبل از اینکه من از خودت پرسان بکنم که چند کتاب مطالعه کردی، میخوایم ایره ازت بپرسم که قبل از اینکه خودت به برنامه بیای میگن بسیار یک آدم تنبل بودی و بسیار ناوقت از خواب بیدار میشیدی. کی گفته ای گپا؟ گفتن همکارا گفتن. خودت گفتی به زبان خودت میگن اقرار کردی. زیاد تحقیق کردی حتما خودت درباره ما. شاید. خوب است، تحقیق کن زیادتر، شاید زیادتر بفهمی در مورد ما. شوخی کردم، شوخی کردم. میفهم که شوخی کردی. همین گونه بوده یعنی؟ نه خیر، من بسیار آدم تنبل نیستم، بسیار آدم فعال هستم، سحرخیز هستم. کسایی که میبینم هم شاید بفهمن که من دختر خیلی پر انرژی هستم و مشکلات سر در سر که میایه باز هم کوشش میکنم از مشکلات برایم و نمیخوایم که باری از مشکلات را در پشت سر خود بگیرم هر جای ببرم. خب در این هفته چند کتاب مطالعه کردی؟ در این هفته دو کتاب مطالعه کردم. براسی دو کتاب مطالعه کردم. یکی کتاب گرسنگی هست، یکی که طفلی که هیچ وقت زاده نشده. این دو تا کتاب است که ما خواندیم و از شما هم می‌خوایم که این کتاب حتما مطالعه بکنین، چون بسیار کتاب خوب است هر دوش. آها. خودت چند کتاب مطالعه کردی تامین جان؟ من دو کتاب روی دست دارم. از من نیست خیر. بله، دو کتاب روی دست دارم که باید مطالعه بکنم. خب باید مطالعه بکنی. باید مطالعه یعنی چند دوره را کردی تا از مطالعه؟ شاید در طول یک ماه دو کتاب مطالعه کرده باشم. یعنی یک چون حجم کتاب خیلی زیاد بود و مثلا اگر من یک تقسیم اوقات بر خود جور کنم اینطورم نمیشه که مثلا در یک هفته ما بتونم که یک کتاب مطالعه کنم. او استعداد یا توانایی رو مثلا در وجود خود نمیبینم. خب کوشش کن از کتابایی که یکم حجمش کمتر است باز اگر استفاده کنی در یک هفته میتونی دو یا سه کتاب استفاده کنی. اگر حجمش زیاد باشه باز برات خسته کنه. من فکر کنم خودت هم اون کتاب رو مطالعه کردی که شاید حجمش یک 50 ورق بوده باشه. نه خیر 50 ورق هم نه، دیگه خب یک 100 200 ورق بوده. توصیه ما هم همی است که تمام هموطنان ما، تمام عزیزایی که امی لحظه ما را از پرده مستطیل تلویزیون یک بیننده هستن، امی لحظه اگر ما را بیننده هسته، اگر ما در ماه یک کتاب مطالعه بکنیم فوق العاده عالی میشه که ما بتانیم در زندگی خود تغییر ایجاد بکنیم. ادامه مطالعه کردن در زندگی انسان، هر انسان را میتونه تغییر بده. وعده کل ما امی است که هر انسانی که مطالعه بکنه در زندگیش میشه که زندگیش تغییر بکنه، به شرطی که ما عزم و اراده ای را داشته باشیم که مطالعه بکنیم. بله، در پهلوی از این که ما مطالعه بکنیم یک آدم با تلاش باشیم، یک آدم نباشیم که همیشه تنبلی بکنیم، کار امروز را به فردا بانیم، بگویم امروز ما مطالعه میکنیم فردا مطالعه میکنیم، کار امروز را به فردا نمانین، امروز برخیزین مطالعه بکنین، چون بعضی از افراد هست تنبل هست و نمیخواه زیاد مطالعه کنه و بار زندگی خود را میخواه در دوش دیگه کسایی که در افرادش در افراد در ببخشین در گرد و بر همو افراد هست بار میکنه و میگه که
ما باید این کارا نکنم، شما باید این کارا کنین. افراد تنبل معمولا مقصر میدونه، پدر و مادر را، والدین را مقصر میدونه، زیادتر کوشش میکنه گیم بزنه. حالا پابجی آمده، خدا خانی پابجی را خراب کنه که تمام جوانان را مصروف پابجی ساخته و مصروف بازی هایی که در تلفن هست و همیشه در تلفن مصروف هستن. بیاین از کتاب استفاده کنین. من یک شخص هم شناسم یک روز تلفنش خاموش بود، نتونست که به چارج دسترسی پیدا کنه، وضعیتش بسیار خراب شده بود. میگفت تلفن دوستم است، رفیقم است، ولی بیاین کوشش بکنیم تلفن دوست ما نباشه، کتاب دوست ما باشه، رفیق ما باشه کتاب. شاید هم موضوع خیلی خوب باشه در تلفنش، ولی نمیفهم، چون بیاین ما کوشش بکنیم از کتاب زیادتر استفاده کنیم. بله، قسمتی از برنامه انتیبیوتیک آماده نشده است، همکارای ما تلاش کردن. بریم با هم یک جا تماشا بکنیم. در ادامه برنامه گلبانگ را فراموش نکنیم. سلام شنونده های عزیز رادیو شلند اف ام، به برنامه امشب ما خوش آمدین. طوری که میدانین این برنامه ما همه شب در خدمت شماست و نشر میشه و ما و همکارم. بله شنونده های عزیز، ما و همکارم در برنامه شونه پرانک همواره در خدمت شما هستیم. برنامه ای که خوششانس ها داره، آهنگ های فرمایشی داره، آهنگ های برتر داره، تا که دلتون بخواه براتون چی میاریم؟ خوشحالی و خوشحالی. بله دقیقا نماتر یک موضوع است. خب قبل از اینکه به قسمت بعدی برنامه بریم، چی گفتی همکار عزیز که بریم یک آهنگ اشکان جان عربه خدمت شنونده های عزیزم خود تقدیم کنیم؟ آهنگ اشکان جان عربه میشنویم و شنونده های ما هم تلفن هایشون آماده داشته باشن که بخش دوم برنامه شروع میشه. باز بله، این که بخش دوم برنامه چی است برای شما حتما میگیم. این شما با این آهنگ اشکان جان عرب. بله خوبش بود نه؟ قربان سر همکار عزیز، چی گفتی که الاخو آهنگ اشکان جان عرب در چیز نه دمش است؟ تو بی یک سه دانه کردت این پنجار پگی و صدر پگی ها شد تو باز بگو بر بیرده خواه که نیره بگیره این سه دانه دو نیم سدی و پنج سدی شد من بگیره. داریم دو نیم سدی و پنج سدی شد تو میخوانی چیزا شد اما شاید فکر کنیم که چقدر گوش نسی؟ یه سایی که گوش خوب من برش میگم این میره همیشه نمونده چی میفهمن که به درختم ایره شما را سعیس یا نیست یعنی یک میلیون ها شنونده است که ما را غرز نیست میده بگیرم در تلفون اکای خود. نه بچه بعد از تو چی میگی در تلفون اکای خود پرتیم؟ بعد از گناه دارم یک کمی تو ماش میگیری دیگه میگیری دیگه میگیری چه گناهی چی تو بگیر دیگه میگیری پرتو یا بر خود پرتو مقصد مدیر خبر نشه داره خبر نشه اگه خبر شد باز خبر تو پرتو در قصهش نه گناه نه گناه داره نه کدام گپ نیست خلاص در نی گپت خراسته است خواهی نیرو میخوانی کسی اعتراض کرد میگه که بیادر من چون کی گرفته شاست که مدیر رادیو نفهمه که بیادر بیا من دازیم همی رخ میزنی پرتوش چند نیست از تو خیلی یک پنج سدی شخواتی دیگه نه پنج سدی ها رو من خواهد چیم اگه من این کار نمیکنم خود تو نمیفهمی دیگه خواهی یک توی شبوتی این سدی شبوتی دگه دفعه دونه دو نیم سدی من دارم یک دونه پنج سدی تو یار در تلفون های خود تیست سپر تو خلاص بعض شنونده ها میگیم که بیادر این شماره کارت میگه سیس خواه این یک شما هم دفتم دیگه شما اینا دونیم سدیس این یک شما پرتم اینا اینه قبول کردی ها سعیز این پاشت مون یکی دیگه شما در افتونیم صد رو پر انداختی و قرآن میشه خوب این زدی افتونیم صد لاری من چهار نیم صد شد رشیش افتونیم یک هزار رو پر بزدی خلاص کار جده یه دقصه ماش نشد چی گفتی؟ هره یه پا مست وقت صد بچه یک چیز فکر باشه برنامه پیش چرا نگفتی که میکارم میکردیم خود تو چی کار داری هر وقت مایی هر وقت خزه بگیره میموره دیوانه خوبه مدیر خبر نشه مدیر اگر نگویش خبر نمیشه خدا باز اگر خبر هم شدم دونیم سدی رو بر مدیر میده قبول نمی کنم میکشه تا هیچ نگویش هیچ ما تو نگویم از کجا خبر میشه 420 یه هزار روپر کارت انداختیم خب خب خبر آه نه 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 خب نه قبول کرد چی گفتی نی؟ مزه کرد نی؟ چند انداختی تو؟ ما چهار نیم شد از من کلش یک نیم سدی ها را دادی و چیش؟ یک نیم سدی خواهر یک دفعه تو چارک یک چارک و دیگه دفعه باز نست نست 50-50 سیس؟ مقصد مدیر بچیم خبر نشه به کسی نه گوییش خبر نمیشه بیاد من خود نمیگم مزه خداد نی؟ خب آماده سی؟ آماده سی آماده سی بگیم شنوندای عزیز ای بود خواندن اشکان جان عرب طوری که بر شما در شروع برنامه بر شما گفتیم که منتظر چی باشین که؟ بله گفته بودیم که تلفن هایتون رو آماده کنین. اینال همکار من یک شماره رو میخونه. بله شماره رو میخونه. هر کسی که یاد داشت کرد.
بله، هر کسی که زودتر یاداش کرد شماره رو بر شما میخونم. شماره کارت است. شماره کارت است شنوندای عزیز. بله. فقط بسیار عاجل یاداش کنین، اوکی کنین که کسی دیگه از پیشتون نزن. که خوش شانس برنامه ما باشه. بله. بگیرید بخیر. آماده هستین؟ آماده هستین. 39 39 420 420 باز 39. هر کس که گرفتی شما را نوش جانش. نوش جانش. نوش جانش. نوبت شماست. شما را بگو. کار چندی است؟ پس بگو از من خود 500 بود گفتم. از من است 250 است. 250 نه خدا زده. 150 است. 150. که حالی باش که حالی. ببخشین حافظه همکارم یک زرگه که شده خود. روزه است دیگه، نه در روزه خوب نیست که آدم دروغ بگه و این کارا کنه. که خوش شانس بعدی ما کی است؟ شنونده هایی که همیشه ما را تعقیب میکنن، همورا در برنامه ما خوش شانس میشن. بله. 93 69 96 515 53. خب امیدوارم که گرفت نوش جانش. هر کس که گرفته باشه نوش جانش. البته برنامه ما ادامه داره. دیگر دو دانه کارت دیگر را میخوانیم. دو کارت دیگر را همکار عزیز بعد از پخش یک آهنگ دیگر میخوانیم. وقفه نری؟ یک آهنگ پخش میکنیم باز کارت میخوانیم. این شما و این آهنگ به تعقیبش دو دانه کارت دیگر منتظر شماست. قربان شما. خب خلاص شد برنامه؟ ده بشمه این میره میگن ناید. بسیار اندشاسی. من میگم که لوک لوکس پتلون آره تو از کجا میکنم؟ یه خنقاق صحیح بخردید پیدم تو چه کس نشی بعد می. بله، بینیده بودیم برنامه خوب انجیبیتی که همکاران خوب ما جز لبخند برنامه گلبانک هست. بیاین همیشه لبخند بزنیم در زندگیمون. زمانی که صبح شروع میشه و ما بیدار میشیم از خواب، با لبخند آغاز کنیم و زمانی که طرف وظیفه میریم، کار میریم، هر جایی که میریم از لبخند استفاده بکنیم. به خاطر که هر روزی که ما لبخند زدیم و آغاز را با لبخند شروع کردیم، تا آخر روز با لبخند همتون میبانیم و با لبخند ختم خواهد شد. بله، و همونطور که ما میگیم که خنده نمک زندگی است، دقیقاً که لبخند هم نمک زندگی است. اردوش که یک جا شوه باز خیلی قشنگ میشه. من جنگل بی‌قاعده ام، کوه شکیبم، در خستگی ام میشکنم گر تو نباشی. آرامش گلهای تنت باغ صبور است. من دوست ندارم که تو ناگاه بپاشی. آبادی این شهر خراب نگاه توست. از خنده مشکوک تو عالم متلاشی. باید بگذارند دریغم نکنند. آه در ساحت چشمان تو صد فرقه تلاشی. این یکی از شعرای خیلی خوب ما هست که این شعر از سروده. این که کی هست براتان؟ تمیم جان میگه. بله، ما مهمان خوبی را داریم و امروز هم خانه گلبانگ میزبان یکی از شاعرای عزیز و خوب ما هست، آقای منیر احمد بارش، در این بخش برنامه مهمان ما هستند. قبل از همه صبحشان بخیر باشه. خیلی خوش اومدین بارش عزیز. تشکر. خوش اومدین که دعوت ما رو پذیرفتین. صبح شما بخیر. لطف کردین. ممنون. تشکر. صبح را چگونه آغاز کردین؟ امشب برتون خوشایند بود طرف گلبانگ کی می اومدین؟ هرچند خب صبح وضعیتی که موجود است در افغانستان هیچ کس نمیتونه بگه که من صبح خوب آغاز کردم، چون در یک کوچه که ما اومدم ممکن ما به راحتی اومده باشم، در کوچه پلوگی یک کسی کشته شده باشه یا یک کسی را مثلا اذیت کرده باشن، با او خاطر فضا در کل آرام بخش نیست. با واسه نمیتونم بگم که در ولایت های بلخ و شمال در تخار و بدخشان اونجا مردم ها میالی دچار بدبختی و مصیبت هستن. بله. با واسه وضعیت خوب نیستن. خدا کنه که یک صبح عالی را آغاز کرده باشین. با خاطر که ما به برنامه آمدیم. بله. چون خواستیم که در این وضعیت موجود که وضعیت قدر خوبی نیست، بخونیم شعر بخونیم، از ادبیات گپ بزنیم، از عشق گپ بزنیم، از انسانیت گپ بزنیم. پس صبح خوبی بود. بخیر باشید. بله. بیاین از شعر و شاعری بگوین که چند سال هست که شما شعر میسراین، کتاب حالا چند کتاب چاپ کردین؟ ما تقریبا بیشتر از یک دهه میشه که مصروف شعر گفتن و مصروف خواندن متنای ادبی هستم. در کل ما دو مجموعه شعری چاپ کردم به نام
هلاکو های سرگردان که در سال 1391 چاپ شده بود و جایزه بهترین کتاب سال گرفته بود از طرف بنیاد کلک زری. بله. و مجموعه بعدیم که در سال 1393 چاپ شده است به نام سور به اسرافیل که این حضور داره اونجا و سه مجموعه دیگه، مجموعه مقالات و تحقیقات ادبی و یادواره و اینا گپاست که یکی به نام دختران شهر ابریشم که فعلا اینجا پیشم نبود که میوردم به برنامه که راجع به پرداخت شعر زن در حوزه شمال شرق بود. بله. که 22 خانم شاعر در شعراشون آمده و پیرامون شعراشون پرداخت شده به گونه نقد و خوبان پارسیگو که اون یک مجموعه است که مجموعه مقالات است که پیرامون 15 شاعری پیش کسوت و پیش قدم بدخشانی بحث صورت گرفته و یک کتاب دیگه هم یادواره یکی از شخصیت‌های سیاسی است که اونجا است. بسیار عالی. آقای بارش، من دوست دارم این پرسان بکنم که در این یک دهه زندگی شما با اشعار و نوشتن شعر، تعریفتان از زندگی و از شعر چی است؟ چقدر زندگی با شعر مزه‌دار و پرکیف است؟ زندگی با شعر مزه‌دار و پرکیف است اما با شاعر نه، البته این را شوخی میکنم. ما یک دهه بیشتر می شود که مصروفی یا سرگرمی شعر سرودن، سرگرمی خواندن متنای ادبی هستم. در یک دهه بسیار از بلندی ها و پستی های ادبیات البته دیدیم، دیگر با جامعه تمام موضوعاتی که در جامعه رخ می دهد اینها را دیدیم که عملا آدم به چشم سر می بیند که در جامعه چی رخداده و چی اتفاق های با وجود می آید. گذشته از این آدم میتونه که جریان شعر یا تاریخ معاصر ادبیات یا تاریخ ادبیات در کل آدم بخونه، به چیزهایی برمیخوره که برش واقعا جالب است که او در فضای عمومی معمولا پخش شده نیست، مردم او ذهنیت ها را ندارن، اینا را فقط کسایی میفهمن که تاریخ ادبیات را میخوانن، شعر را میخوانن، مطالعاتی کمی که عمیق‌تر دارن. برای ما بسیار جالب است، ما تونستم در یک دهه که حداقل دغدغه های درونی و چیزی که در ذهنم، در چیزی که در زمین، در ضمیرم، چیزی که در پیرامونم بود اونا را به تصویر کشیده باشم، اونا را حداقل در قالب کلمات شعری، نمیگم که اونا شعر هستن، شعرهای خوب هستن، حداقل در قالب شعر آوردم، این در خدمت مخاطب قرار دارن، او را میگذاریم به مخاطب که مخاطب پیرامون از اونا چی قضاوت میکنه. عالی است. آقای منیر، کتابی که در دست ما است، هلاکوهای سرگردان، این چند روز طول کشید، حالا چند ماه طول کشید که به چاپ رسید و به پایان رسید و به نشر دادن شما؟ این از جریان سرودن این شعرها تقریبا شعرهای چند سال است، معمولا 5-6 سال شعرهاش جمع شده در کتاب هلاکوهای سرگردان. از معمولا شعر رو از بدوی تاسیس یک بیسری فرنگی با داریم در بدخشان که من مجدی و گرانده بیسری فرنگی با نام دریچه هستم. این شعر معمولا شاعرها روزای پنجشنبه اونجا جمع میشن، پیرامون شعر، پیرامون اوزای ادبیات، پیرامون جستارهای ادبی یا سایر ژانرهای ادبی بحث و کنکاش میکردن که نتیجه چند سال کنکاش و بحث و تحقیق و زدکندهای ادبی است که این شعر مجموعه هلاکوهای سرگردان پدید آمده. بلی. البته شعرهای زیادی نداره، در تقریبا 22 قطع غزل، یک چند قطع ربایی و دو بیتی، یک چند تا شعرهای آزاد و غزل مثنوی داره. این معمولا ممکن 5 سال وقت در بر گرفته باشه که یک کتاب به چاپ رسید. بسیار عالی. آقای بارش، میخوایم وقت واگذار بکنیم به شما و اگر دوست داشته باشین یک دکلمه بر ما داشته باشین از مجموع اشعار را که خودتان سرودین، در ادامه وقت شما میتونین که دکلمه را بر ما داشته باشین. شکر. از کدام کتاب میخواین؟ تازه تر چاپ شده، یه سوری به اسرافیل تازه تر چاپ شده. این کتاب هم به نام سوری به اسرافیل است. سوری به اسرافیل دیم تو تصادفی فال گرفتی مرجعی که آمد. خوب است. تا فوج عقاب از دل کوهسار پراندند، شهبال ستیغنده سیمرغ تکاندند. تلخای تبر خواست به تاراج دلی باغ، آماج شقاوت به لب ریشه چکاندند. هرگز نرود خاطر داس از دل جنگل، هر شاخک خورشید ببوسید.
خماندند. انصاف بهشتی نبود، دوزخ دنیاست، باغی که زخون آب خورد، هر رخ راندند. تابوت غرورین سپیددار و قد کاج مستانه به خاک از سبب سجده نشاندند. نفرین به تبرساز و تبر پیشه دنیا، سروی که فلک بوس شد از باغ براندند. باغی که سرودیم زجان مرثیه تلخ، با داغ تبر آفت پاییز چشاندند. اتفاقا شعر را که من حضورتان خواندم، این شعر در یک دوره، در یک جشنواره شعری، دومین جشنواره شعر جوان ایران، غزل جوان ایران برنده جایزه شده بود در سال 1394 البته. و این شعر اتفاقا روحیه اجتماعی داره با اوضاعی که فعلا در کشور حاکم است. یه اوضاع خوب به تصویر کشیده که هر روز ما میبینیم که سروای بلند است که میفته و تبر میخره و کشتن و افتیدن و بستن و این گپ هاست. اتفاقا ما فال گرفتم به مو فال یکی دیگه هم اگر باشه خیلی مقبول بود. دکرمیتان مشکی این بار فال تغییر بدیم. اما فال هم واقعیت های جامعه ما رو میبینه. یک توش خانه بخونم که یک جفت قاب خط زده در او دو چشم ناز، افتیده در حوالی ابرو دو چشم ناز. تلفیق عاشقانه تر از هرچی توشه کرد، از عطری بسته در تن شبو دو چشم ناز. هی سیب می دهد بدن کاغذی او، عینن شبیه غنچه لیمو دو چشم ناز. تا می گریزد از تن پندار وحشیم، یک دشت می دواند ماهو دو چشم ناز. آن موجه های تلخ به من تیر می کشند، آماده باش مثل کمندو دو چشم ناز. به به عالی، خیلی زیبا، خیلی عالی دادیم. شکر. آقای منیر، چی حال و هوایی میاد، چی احساس میاد که شعر را با احساس تر شما میخوانین؟ میگن شاعرها عاشق هست یا عاشقا شاعر هست یا عاشقا شاعر هست. گفته این گپارم ریشه در درون ادبیات داره، ریشه تاریخی داره. در شک نیست که یک کسی عشق می‌ورزه به ادبیات یا به آن چیزی که در پنداری درونی خودش است، معمولا به خاطر از او میتپد، به خاطر از او زحمت میکشه تا یک چیزی بسرای، هر چیزی پدید بیاره، چی متن باشه، چی رمان، چی داستان باشه، چی نامه یا عاشقانه باشه، هر چی که باشه. شعر هم از اون جمله صنعت‌های ادبی است که کسی که معمولا واقعا عشق داره، عشق درونی داره که باستاب پیدا میکنه عشقش، شعر پدید میاد. بله. بارش صاحب، وضعیت شعر در افغانستان چگونه میبینین؟ در جامعه خود ما، شما که بیشتر در بطن جامعه هستین و مطمئن هستم با اشعار سر کار دارین، با نوشتن شعر، چقدر طرفداری جوانای ما زیاد است به شعر، به خواندن شعر، در کار دکلمه شعر، نوشتن شعر، و وضعیت را چگونه میبینین؟ راستش وضعیت ادبی و سایر وضعیت‌های دیگر فعلا تحت تاثیر اوضاع سیاسی قرار داره. آها. در تمام افغانستان و گذشته از این در تمام دنیا یک مرض کرونا هم دارد، سر مردم غالب می شود، این هم وضعیت موجود تحت تاثیر قرار داده. در افغانستان می بینیم که هر روز کشتن است و بستن است و خون است و هر روز سقوط یک ولسوالی است و عقب نشینی تاکتیکی است و سایر گپای دیگر در افغانستان جریان داره. در این وضعیت دارن جوانان که قلم می زنند و شعر می سرایند، واقعا مبارزه است خودش. بیکاری و فقر، بیکاری اجتماعی، فقر را میبینیم چقدر دامنگیری جوان ها شده است. در این زمینه، در این زمانه هر کسی که قلم برمیداره، شعر میسراید، داستان نوشته میکنه یا متن تولید میکنه، واقعا فداکاری است از نظر من. سپاس آقای بارش، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین، از اینکه دو کتاب را به برنامه ما تحفه آوردین، از هم سپاس. تشکر، سلامت باشید. وقت شما بخیر. تشکر. بله، حال هم وقفه داریم، بعد از وقفه دوباره برمیگردیم، با ما باشین. والا ما قیاد داشتیم. بس بگو دیگه.
به به زیبا. ادامه برنامه گلبانگ را شما بیننده هستین، هرچند که نفسم سوخت ستاره و اما دریبل کردم نماندم توپ خطا بخوره به زمین. در بخش هستیم که همکاری که همیشه در گلبانگ با ما همراه بودن و همراهی مان میکردن، همای فوتبال جام ملت های اروپا یکقدر مصروف ساخت همکار ما را که هیچ به برنامه نیستن و هیچ خبرشان نبود. ما امروز خواستیم که بازور کشتان بکنیم، بگیم علی جان بیا و میخواییم که معلومات بگیریم در رابطه به جام ملت های اروپا. علی جان صبح بخیر، خیلی خوش آمدی. سلام، صبح بخیر. تشکر از اینکه مصروفیت کمک تمام شد. خوب هستی علی جان، صبح بخیر باشه، خیلی خوش آمدی. علی را میفهمن که کجا بود هموطنان ما، دیگه خودش براتون قصه میکنه. خب سلام تقدیم میکنم خدمت تمام مردم که همین لحظه برنامه گلبانگ میبینن. من بعد از یک وقفه حدوداً 12 روزه دوباره برگشتم به برنامه گلبانگ. میفهمین که در جام ملت‌های اروپا مصروف هستیم فعلا و رقابت‌های جام ملت‌های اروپا را برای شما به نشر میرسانیم. امیدوار هستم که از دیدن رقابت‌های جام ملت‌های اروپا کاملا لذت ببرید، رقابت‌هایی که به طور انحصاری از تلویزیون یک برای شما به نشر میرسه. جا داره که تشکری هم کنم از حامیانی که با ما بودن. آها. و شرکت الکوزه، شرکت مخابراتی MTN، پرویز مروت لیمیتد و همچنان چای کوهی کریستال و ایزی کنکت که با ما همراه بودن و ما را اسپانسر کردن تا این مسابقات به نشر برسه. ستاره هم فکر کنم کدام گپ داره برای علی. البته خوش آمدید میگم شما رو به برنامه گلبانگ. تشکر بسیار زیاد علی جان، خود هم خوش آمدی به برنامه گلبانگ. قبلا بودین ولی کمیاب بودین، در چند روزه که من بودم خودت نبودی، با وجود اون خوش آمدید میگن خودت. چند دقیقه بشینیم با خودم میشینیم میشه که چای هم به علی جان بریزی. حتما ما یک گلاس چای هم بر علی میریزم. تا وقت علی میشه بر ما کمی از جام ملت‌های اروپا بگی، بالاخره حالا کدام کشورها پیشرفت کردن و کمک هی طرف آمدن به طرف سود شدن؟ چیزی که معلومات بدی خودت، کدام مسابقه برات خوشایند بود در این چند شبانه روز گذشته که مسابقاتش گذشت؟ مسابقات جام ملت‌ها خب کلا خوب است. تیم‌های ملی به مسافه هم میرن، بازی‌های جذاب است، بعضی بازی‌ها گاند خسته‌کن تمام میشه، ولی بعضی بازی‌هایی که انتظار نداری خیلی خوب پیش میره. یک بازی که من واقعا دیشب از شروع هر مسابقه فرق میکنه. شکر علی جان بخیر باش. بازی دنمارک و روسیه بود. دنمارک امید به صعود نداشت، خیلی کارش سخت بود. اتفاقی که برای کریستیان اریکسون افتاد در بازی اول، آنها مقابل فنلند شکست خوردن، بازی بعدیشان هم مقابل بلژیم با اینکه خوب شایسته بودن، خوب بازی کردن، ولی متاسفانه 2-1 شکست خوردن. دیشب با گلباران کردن روسیه تانستن که به مرحله بعدی صعود کنن و در تاریخ رقابت‌های یورو هیچ تیمی موفق نشده بود که دو بازیش شکست بخوره و بازی بعدیش ببره و به مرحله بعدی صعود کنه. یک معلومات کلی میتونم برای هموطنان ما، مسابقات جام ملت‌های اروپا هر 4 سال بعد یک بار برگزار میشه، ولی به دلیل شیوع ویروس کرونا یک سال به تعویق افتید و مردم 5 سال انتظار کشید. و رقابت‌های یورو 2020 در تاریخ رقابت‌ها برای نخستین بار است که در 11 شهر مختلف و 12 ورزشگاه مختلف برگزار میشه. این 60مین سالگرد رقابت‌های یورو 2020 است و به همین دلیل خواستن که کمی ویژه‌تر بگیرن و این مسابقات رو برگزار کنن. هفته اول دومش تمام شد، هفته سومش به صورت همزمان برگزار میشه. ما رقابت‌ها را کوشش کردیم که حتی بازی‌های همزمان هم و همزمان با اینکه مسابقه را در تلویزیون نشر میکنیم، بازی که همزمان هست و دوباره در استودیوی دیگه گزارش میکنیم همزمان با او بازی و بعد از مسابقه اصلی که در تلویزیون نشر میشه او بازی رو برشان با نشر میزنیم. و جا داره که من از مردمم بخوایم که برین صفحه فیسبوک تلویزیون یک ببینید هر مسابقه ای که شما دوست داشته باشین، بازی های همزمان ما رای گیری میکنیم و نظرات شما برای ما مهم است. هر بازی که شما خواستین کامنت بتین، ما اون بازی برای شما با نشر میزنیم. علی جان اینو میخوایم بپرسم که از آغاز جام ملت های اروپا که شروع شد کدام کشور فوق العاده خوب بازی کرده؟ یک قسمی بوده که مثلا ما از آلمان انتظار داشتیم که بهتر کار کنه، مقابل فرانسه شکست خوردن، آمدن پرتغال بردن. مثلا دنمارک بازی اولش خوب نبود و دوباره در ادامه خوب کار کردن. پرتغال بازی اولش خوب بود ولی مقابل آلمان آمد شکست خورد. عملکرد خوبی بودن نسبت به هر تیم. بلژیم تونسته که سه بازی رو ببره،
هالند تونسته که عرصه بازی خود ببره به مرحله بعدی صعود کنه. اتریش برای نخستین بار تونسته که در رقابت‌های یورو 2020 به مرحله بعدی صعود کنه. تیمایی است که عملکردشان خوب بوده. مثلا حالا دنمارک با اینکه عملکرد خوبی داشت در دو دیدار اردو بازی خودش شکست خورد، اومد بازی سوم خود برد. جذابیت فوتبال همی است و پیش بینی نمیشه فوتبال. به خاطر همین است که مثلا پرطرفدارترین رشته جهان فعلا در دنیا فوتبال است. بدون شک. و الجان عزیز بود که مردم چقدر به این مسابقات علاقه دارن و کدام مسابقات را بیشتر بیننده بودن؟ به نظر من بهترین بازی را که دیدن بازی آلمان و بازی پرتغال بود که خیلی دربارش صحبت شد. و خوبی مسابقاتی که ما گرفتیم این است که مردم خیلی واکنش مثبت نشان دادن و این مسابقات زمانی که ما نشر کردیم مردم واقعا خیلی بیشتر از حد انتظار ما واکنش نشان دادن و تشکری کردن از نشر مسابقات. و ما یک چیزی می‌خوایم با مردم بگویم که این نخستین گام ما هست. البته ما در سابق هم تلویزیون یک مسابقات بیشتر نشر کرده بود، تقاضای مردم بیشتر است و یورو گام نخستی است که ما این مسابقات به طور انحصاری خریداری کردیم و در ادامه فعالیت‌های ما بیشتر خواهد بود با تیمی که داریم، تیم نشراتی ما، تیم تکنیکی که در خدمت ما قرار می‌گیره. و جا دارم تشکری کنم از تیمی که از ساعت 5 بعد از ظهر با ما تا ساعت 2 شب می‌شینن و این مسابقات ما به نشر می‌رسه. بله علی، انتظار از پرتغال زیاد می‌رفت چون طرفدار رونالدو خیلی زیاد است در افغانستان و بخصوص حالا به خاطر رونالدو آمدن پرتغال رو بعضی انتخاب کردن. و اگر بدانیم که علی جان خودت طرفدار کدام کشور هستی؟ من بیشتر طرفدار فوتبال هستم. من فوتبال مثلا بازی مجارستان با پرتغال طرفدار مثلا پرتغال نسبتاً بودم چون مثلا خوب بازی کردن. ولی آلمانی که اومد پرتغال شکست داد مثلا بازیشون خیلی خوب بود. آلمان ها با اینکه مقابل فرانسه شکست خوردن اومدن از چپ و راست سر پرتغال حمله کردن. گوزنسی که از سمت چپ اومد سمندو را بخی بدبخت ساخت از اون. هر توپی که اومد از اون سمت رفت طرف گل. فرانسه مثلا فرانسه تیم خوبی است. تیم بلژیک یا بلژیم فوق‌العاده کار کرده در رقابت‌ها. ما بیشتر طرفدار این هستیم که یک فوتبال خوب را ببینیم. بازی اوکراین هالند که دیدم مثلا دو گل اوکراین خورده بود، دوباره دو گل آمد زد در دقایق پایانی شکست خورد. بیشتر ما طرفدار فوتبال خوب هستیم. یک بازی روسیه با فنلند بود که چپ و راست زدنک بود، اصلا عمله نبود، در میدان، در مرکز میدان ایمی احمد دور فرار میزد. بازو اما لذت کاهش میده و گزارشگرم خیلی برش سخت تمام میشه که او بازی را بتونه جذاب گزارش کنه. مشخصا چه وقت مسابقات تمام خواهد شد؟ و یک ماه ادامه داره. از شروع مسابقات که تاریخش فعلا یادم نیست دقیقاً یک ماه ادامه داره. این هفته سوم رقابت هاست، دو هفته تمام شد. هفته سوم بازی همزمان برگزار میشه. امشب دو بازی همزمان است که ما یک بازی را مستقیم نشر میکنیم و یک بازی را بعد از زمانی که بازی نشر میشه گزارش انجام میدیم، ولی بعد از ختم مسابقه نخست با نشر میرسانیم. فردا هم 4 دیدار است که برگزار میشه. بازی های مرحله گروهی تمام میشه. تیم ها حریفای خودشان در مرحله بعدی میشناسن. 12 تیم به صورت اول و دوم صعود میکنن و 4 تیم من حیث تیم های سوم برتر و دور رقابت ها صعود میکنن که مجموعا میشه 16 تیم. حریفای خودشان هم میشناسن و مرحله اسبی. باز مرحله اسبی جذابیت خودش داره. مثلا بازی 90 دقیقه مساوی میشه میره وقت اضافه، بعد از اون شاید مثلا هم به پنالتی کشیده شه و دیگه ادامه داره تا اینکه بازی تمام شه. علی جان این قسم هم خواهد شد که مثلا چون حالا بازی ها گفتین همزمان برگزار میشه، دو کشوری که به مسافه هم میرن مثلا 4 کشور همزمان مسابقه می داشته باشن، نظر به پیامای هموطنان ما مثلا اگر علاقمند زیاد داشت دو کشوری که حالا هموطنان ما گفته باشن بعد اون مسابقه به گونه زنده نشه؟ 100%. ما نظر مردم برای ما خیلی مهم است. حتی در فیسبوک ما هر روز پست میمونن، دوستایی که در سوشال میدیا هستن پست میمونن که کدام بازی رو دوست دارید که ما نشه بزنیم. مثلا بازی ترکیه با سوئیس بود و بازی ایتالیا ولز، به دلیلی که خب مردم تمامشان رأی دادن که بازی ایتالیا ولز نشر شوه، ما اون بازی رو نشر کردیم. با اینکه مثلا ایتالیا 6 امتیاز گرفته بود و به مرحله بعدی صعود میکرد، نسبتاً بازیش مهمتر به سوئیس نبود. مثلا سوئیس با بردش تانست که به مرحله بعدی صعود کنه. ولی ما تقاضای مردم که هر چی باشه، هر کامنتی که میتونن ما دانه به دانه اونا رو میخونیم و بعد از اون تصمیم میگیریم که کدام بازی رو به نشر. آلیست. امشب هم 4 مسابقه به نشر رفت. که از بین این مسابقات به نظر شما کدام مسابقه بیشتر باشکوه‌تر و
خوبتر برگزار. در نخستم گفتم بازی دنمارک و روسیه بود. بازی دنمارکی که خب مربیش هم گفته بود قبل از بازی که ما چیزی برای ما مثلا تمام نشده در یورو. امید نداشتن. واقعا دو بازی رو شکست خورده بودن و در تاریخ رقابت‌های یورو برای نخستین بار بود که یک تیم با یکی دو بار شکست خورده بود، بازی سومش رو برد و مستقیما صعود کرد. کریستیان اریکسون در اون بازی که بازی اول بود دچار مصدومیت شد. دنمارکی‌ها وقفه انجام دادن و خیلی گپا شد و بعد از او دوباره ادامه دادن و آمدن بازی رو انجام دادن. فنلند شکست خوردن ولی در بازی دیشب فوق‌العاده کار کردن و روس‌ها را در کوپنهاگن در کشور دنمارک گلباران کردن و صعود کردن به مرحله بعدی. یک گل زیبا هم کریستیانسن آمد زد، البته مردم دیدن فکر کنم خلاصه بازی را، آمد و از کجا یک شوت زد گل شد و به مرحله بعدی صعود کرد. بله، بسیار زیاد سپاس علی جان، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی. اگر کدام گفتنی های مونده، گپ های مونده که نگفته باشی کمر به خدمت. من خیلی دوست داشتم که بیایم در برنامه گلبانک و حاشیه های یورو را دنبال کنم. هر صبح بیایم در رابطه با حاشیه ها صحبت کنم، آمار و ارقام، حاشیه هایی که به وجود میاد، مثلا کدام بازیکن مبتلا به کرونا میشه و موضوعات دیگه. ولی متاسفانه نمیشه، خیلی سخت است و مثلا من ساعت 3 شب وقت تا 3 بامداد کارم تمام میشه و من نمیتونم رسیدگی کنم. ولی از مراحل حذفی ما کوشش میکنیم که در خود برنامه بیایم آمار ارقام رو بیشتر به مردم اطلاع بدیم که با جذابیت بیشتر مسابقات دنبال شه. علی جان بیاین از مسابقات خود کشور ما صحبت بکنیم که آیا معلومات داری که چه وقت برگزار میشه، کدام بازیکن و کدام مسابقه خواهد برگزار شد و کدام بازیکن خودت بیشتر در افغانستان دوست داری؟ حسین زمانی گل کاشت وقتی که آمد و تعویض شد. خیلی مردم تقاضا داشتن از انوش دستگیر مربی تیم ملی کشور ما که با او بازی بتن، بازی ندادن تا اینکه مقابل هندوستان آمد و در دقایق کم گل زد، گل مساوی زد. فدراسیون فوتبال خیلی اقوا میکرد در رابطه با مسابقات، خیلی صحبت ها شدن که تیم ملی افغانستان ببره سود میگن، در حالی که ما بنگلادشی که 2 امتیاز داشت اونها هم به مرحله بعدی راهیابی به مقدماتی جام ملت‌های آسیا صعود کردن. دیگه ما انتظار ما از فدراسیون فوتبال افغانستان بیشتر است و امیدوار هستیم که برنامه‌های بیشتری را زیر کار بگیرن تا توقع مردم کمی برآورده شود. تیم ما پتانسیل خیلی زیادی داره. بازیکنان فوق‌العاده خوبی دارن. ولی چینش ترکیب یا مثلا تقاضای مردمی است که بازیکنانی که بیشتر در کابل حضور دارن و در افغانستان حضور دارن بیشتر در ترکیب گرفته شوند. ولی تصمیم گیرنده نهایی مربی است و مربی بیشتر تصمیم میگیره. ولی تقاضای مردم واقعا از تیم ملی زیاد هست و تیم ملی پتانسیل بالایی داره برای موفقیت و امیدوار هستم که یک تصمیم خوب بگیرن که بتونیم تیم ملی ما بیشتر از چیزی که ما انتظار داریم در رقابت ها حضور پیدا کنه. سپاس علی جان، تشکر از دعوت. شما بیننده برنامه گلبانک هستین و در این بخش هم ما علی جان رحیمی را به خود داشتیم که معلومات خیلی خوب را به ما گفتن. خیلی تشکر از شما علی جان. سلامت باشین. سلامت. و حال هم میریم سراغ وقفه کوتاه، بعد میگردیم. ما باشید. برگشتیم به ادامه برنامه و شما گلبانگ را بیننده هستین. تشکر میکنیم که تا این دم ما را همراهی کردین. از تازه ترین معلومات کافی و خوب هم در رابطه با جام ملت‌های اروپا از همکار بسیار خوبمان علی جان رحیمی گرفتیم و شمایی که بیننده جام ملت‌های اروپا به گونه زنده و قانونی از پرده مستطیل تلویزیون یک میباشین. روزنامه‌های تازه به دست ما رسیده و من دوست دارم که حالا چند روزنامه را بگیرم و همچنان به خوانش بگیریم. ما و ستاره، کدام روزنامه دوست داری بخونی ستاره؟ هر کدام شکل خودت میگیری، مشکل نیست. من این روزنامه هشت صبح بسیار رفیقم شده در این روزا، این را میمانم بر خودم. بر خودت کدام بکنم؟ هر جور راحتی. خب کلش بر ما بدی. بیا کلش را میگیریم. این دو روزنامه از خودت و این دو روزنامه هم از ما. ببینیم که اولین تیتر در روزنامه ها چه خواهد بود. از در روزنامه آرمان در تیتر اول، مردم در هر جغرافیا و محل که هستند در کنار نیروهای امنیتی قرار گیرند.
ایرا هم جنرال بسم الله محمدی گفته که با شدت گرفتن جنگ در ولایت‌های شمال و شمال شرق کشور و سقوط شماری از ولسوالی‌ها به دست طالبان، بسم الله محمدی سرپرست جدید وزارت دفاع ملی کشور از مردم خواسته که در هر جغرافیا و محلی که هستید در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی قرار بگیرین، دست به دست هم بتین تا که کشورمان را نجات بتین. بله، برنامه دیدار رهبران افغانستان و آمریکا، بایدن به غنی و عبدالله چه خواهد گفت؟ برنامه سفر غنی و عبدالله به آمریکا در حال آماده شده است که جنگ در افغانستان با شدت کم سابقه بین دولت و طالبان دنبال می شود. در این جنگ گروه طالبان در حال پیشروی هست، ولسوالی ها یکی پای دیگری از کنترل دولت بیرون می شود. دولت تاکنون نتوانسته ساعات از دست رفته را دوباره تصرف و با پیشروی طالبان جلوگیری کند. بله، و در تیتر بعدی هم اداره هوانوردی ملکی نخستین پرواز بین المللی به میدان هوایی خوست انجام شد که اینجای خوشحالی است. اداره هوانوردی ملکی از آغاز پروازهای بین المللی از میدان هوایی خوست خبر داده است. این اداره روز دوشنبه 31 جوزا با نشر خبرنامه گفته است که نخستین پرواز بین المللی به میدان هوایی خوست موفقانه انجام شد. در خبرنامه این اداره آمده است که در حدود 90 مسافر از امارات متحده عربی توسط شرکت هوایی آریانا به این میدان انتقال داده شدند. بله، جابجایی یک هفته‌ای در پست معاونیت اول وزارت امور داخله. شیرزاد رفت و سالنگی دوباره آمد. محمد ایوب سالنگی معاون اول وزارت داخله یک هفته پس از اینکه هارون رشید شیرزاد به جایش معرفی شده بود به وظیفه‌اش برگشت و روز یکشنبه 3 جوزا امرا با عبدالستار میرزاکوال سرپرست وزارت امور داخله چهار معین تازه را معرفی کرد. به پیوست آن وزارت امور داخله با نشر خبرنامه اعلام کرد که ایوب سالنگی برای 2 هفته بیمار بود و دوباره به کارش برگشته است. بله، و در صفحه بعد هم روزنامه آرمان نوشته معمای سقوط ولسوالی ها و زنگ خطر سقوط کلان شهرها در شمال و شمال شرق کشور. به دنبال افزایش حمله های تهاجمی طالبان بر ولایت های شمال و شمال شرق کشور، شمار زیادی از ولسوالی ها به دست این گروه سقوط کردند. سقوط این ولسوالی ها نگرانی های زیادی را مبنی بر سقوط مرکز ولایت ها در شمال و شمال شرق کشور خیلی متاثربار است که سقوط کرده این ولسوالی ها با امید صلح سرتاسری در کشور افغانستان. و همچنان در ادامه تجارت میلیونی گیاهان دارویی در ایراد. طی سالهای اخیر در ایراد کاشت و برداشت گیاهان دارویی افزایش یافته و شمار زیادی از کشاورزان در این ولایت به کاشت برخی از این گیاهان روی آوردند. بر اساس اطلاعات ریاست زراعت و مالداری هرات، اماکنون نزدیک به 30,000 هکتار زمین در این ولایت زیر کشت و پوشش گیاهان دارویی است و برخی گیاهان دارویی به صورت خودرو و بدون نیاز به آب می‌رویند. بله، و در صفحه بعد هم وزارت صحت آمد در شبانه روز گذشته 78 بیمار مبتلا به کرونا جان باختند. وزارت صحت عامه کشور از ثبت 1847 واقعه مثبت ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در کشور خبر داده است. این وزارت روز دوشنبه 31 جوزا با نشر آمار تلفات بیماران کرونایی گفت که در شبانه روز گذشته بیش از 4600 نمونه مشکوک در لابراتوارهای این وزارت مورد آزمایش قرار گرفته که بیشتر وقت مثبت در ولایت کابل بوده است. بله، سرپرست وزارت دفاع به مردم خطاب کرده گفته که در کنار نیروهای امنیتی بسیج شوید، دولت تسهیلات نبرد را فراهم می کند. بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع ملی از مردم خواسته است که در هر جایی که هستند در کنار نیروهای امنیتی بسیج شوند و دولت آماده است که تسهیلات لازم برای حمایت از نیروهای مردمی علیه طالبان را فراهم کند. بسم الله محمدی این درخواست را از مردم در مراسم معرفی خود به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی مطرح کرده است. محمدی در 29 جوزا به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی تعیین معرفی شد. سرپرست وزارت دفاع ملی به مردم اطمینان داده است که از دستاوردهای کشور دفاع می کند. بله، و در صفحه بعد هم کابل از استقرار نیروهای ترکی برای حفاظت از فرودگاه‌های
کابل حمایت میکنند. محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه کشور گفته که کابل از استقرار نیروهای ترکی در افغانستان به هدف حفاظت از میدان هوایی کابل حمایت میکند. آقای اطمر روز دوشنبه 31 جوزا این موضوع را در گفتگوهای ویژه با تلویزیون دولتی ترکیه مطرح کرده. به گفته او استقرار نیروهای ترکی برای حفاظت از میدان هوایی کابل و سایر تأسیسات مهم در افغانستان را برای ادامه ماموریت دیپلماتیک ترکیه و ناتو حتمی توصیف می کند. بله. حمله طالبان به ولسوالی تاله و برفک بغلان از سوی نیروهای امنیتی عقب زده شده است. منابع محلی در ولایت بغلان میگویند که حمله گسترده گروه طالبان به ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان به شکست انجامیده است. یک منبع میگوید که در جریان شبانه روز گذشته از 4 جناح برای تصرف این ولسوالی حمله کردند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی مواجه شدند و گفته این منبع در نتیجه یک درگیری نفسگیر که تا بامداد روز یکشنبه ادامه داشت حمله گروه طالبان به منظور تصرف این ولسوالی به شکست انجامیده است. بله و در صفحه آخر هم نوشته بسیاری از زنان زندانی بر اساس قانون مجرم نیستند. بله دیگه هم خلاص شد که من براتان خب روزنامه تمام میشه. بله. اما از خودت اگر مانده میشه که استقبال افغانستان از تلاش روسیه به صلح افغانستان. کشور روسیه تلاش داره که در قسمت آوردن صلح به افغانستان تلاش بکنه و افغانستان هم از این کار کرده روسیه استقبال کرده است. امیدوار هستم که شما کرونا را جدی بگیرین. در طول یک شبانه روز گذشته 78 فرد به ویروس کرونا که مبتلا شده بودند جان باختن به اثر ویروس کرونا و موج سوم ویروس کرونا زیاد شده میره و هشدارهای وزارت صحت را شما مد نظر بگیرین. توصیه‌های سیر لطفا مد نظر بگیرین. شمایی که در خانه هستین اگر نیاز ندارین بیرون براین، به خاطر کدام کار هیچ ضرور نیست که بیرون براین. از کل فامیل اگر نیاز است که یک نفر بیرون برای، لطفا که بیرون بار در کوچه ها و پس کوچه های شهر کابل کم بکنین. هنوزم متاسفانه ما میبینیم که وقتی میریم به شهر کابل بخصوص بر جاده هایی که ازدحام زیاد میباشه، امان گونه ای که مثل اول ازدحام بود ازدحام است و بیرون بار خیلی زیاد است. خدای نخواسته امی بیرون بارا باعث نشه که ما به فاجعه مثل هندوستان دچار شویم، باز او وقت دیگه فکر میکنم که خیلی جلوگیری سخت خواهد بود. بله. صورت کرونا رو جدی بگیرید. بله تمام جان، ما هم کرونا را جدی گرفتیم و زیادتر از مایع عفونی کننده استفاده میکنیم. اما شما هم میخواهیم، گرچه تمام جان باز هم بر شما گفته، ولی ما هم میخواهیم برتان توصیه بکنم که شما هم کرونا را جدی بگیرین، در خانه بمانین و کوشش بکنین که زیادتر در بیرون گشت و گذار نکنین و جاهایی که پر ازدحام هست رفت و آمد نکنین و کرونا را جدی بگیرین. وقفه داریم، بعد از وقفه برمیگردیم. برگشتیم به ادامه برنامه. شما بیننده گلبانگ هستین، سپاس که تا این دم ما را همراهی میکنین. ستاره، این مایع ضد عفونی که اینجا هست و ما استفاده میکنیم، البته دوستای ما فکر نکنن که چرا همطور پر مانده. فکر میکنم تا حال شاید 3 یا 4 مایع ضد عفونی در برنامه تمام شده باشه، مصرف شده باشه و مایع زیادتر استفاده میکنین. بله، من به خاطر زیاد استفاده میکنم که کرونا را زیاد جدی گرفتیم. از خاطر زیاد ترسیدی از کرونا؟ از کرونا نترسیدیم، از ای که کرونا کشنده است از این ترسیدیم. واقعا که باید ما کرونا را جدی بگیریم و زیادتر از مایع ضد عفونی کننده استفاده بکنیم. تمیم جان در هر وقفه، در هر سگمنت برنامه استفاده میکنه. حال هم میبینین که استفاده میکنه. ما هم استفاده کنیم تمیم جان. حتما میتونی استفاده کنی. از آغاز برنامه تا حال ما داشته هایی در برنامه داشتیم. امیدوار هستم که شما لذت برده باشین. یک چیزی که من به تمام هموطنان عزیز و خوبم میخوایم بگویم مویی است که شما
برین لطف بکنین به صفحه فیسبوک ما به فارسی اگر گلبانک بنویسین صفحه فیسبوک ما را خیلی خوبتر راحتتر میتونین ببینین برنامه هایی را که شما ندیدین، برنامه هایی را که شما از پیشتان مست شده به گونه خوب و عالی میتونین که تماشا بکنین. همچنان برنامه های هر برنامه‌ای را که شما دوست داشته باشین، مثل برنامه کاکتوس که یکی از بهترین برنامه های ما در تلویزیون یک هست، مثل شبخند، مثل از کی بپرسم، مثل اسکی بپرسم و مثل خندسرا. بله شب خند این زمانهای سابقه بیاد مانده بود تا حالا. بله تایم جان، اگر عزیزان نمیتونن که بیننده باشن به صورت لایف کار دارن میرن طرف، وظیفه میشه که در صفحه یوتیوب گلبانک تیوی گلبانک ببخشین گلبانک سر بزنن و بخش های مختلف برنامه ما را از اونجا ببینن و لذت ببرن. اگر کار دارین نمیتونین به صورت لایو بیننده باشین و اگر حال آمدین بیننده بودین که چی شد برنامه که گذشت ما آمدیم کار بر صورت که یک مشکل دیگه ما مشکل برق داریم ستاره جان. بله اگر مشکل برق هم خوب بیاز یک مشکل هست که دامنگیر افغانستان شده، چون پایه ها رد در رد زده میشه، حالا نمیفهم کیره میزنن و به هر صورت میریم. وقت هم داریم؟ بله وقت داریم. امروز وقت هم داریم. ما علی جان رحیمی را با خود داشتیم که خیلی معلومات خیلی خوب را در مورد ورزش داد به ما و مسابقات که گذشت جام ملت‌های اروپا بود که با گزارش همکار خوب ما علی جان رحیمی و آقای مختار لشکری برگزار میشه و گزارش میتن اونا که علی جان آمد خیلی گزارش خیلی خوب را داد و معلومات خیلی مفصل را ارائه کرد. خوب شد که از برق یاد کردیم. بعد از خبرهای ساعت 9 مجله صبح آغاز میشه. شما میتونین که مجله صبح را با گردانندگی همکار بسیار خوبمان آقای ادریس فاروقی شما بیننده باشین و در رابطه با کمبودی برق با مهمان خیلی خوب را که اینا دارن آقای سنگر نیازی سخنگوی شرکت برشنا که در رابطه با کمبودی برق حتما صحبت میکنن و شما این بخش هم مطمئن هستم که بیننده میباشین تا آخر مجله صبح را شما تماشا بکنین. تشکر میکنم که تا این دم ما را همراهی کردین. وقت تمام است و ما باید خداحافظی بکنیم از تمام وطندارای عزیز و خوب ما که بیننده ما هستین. با نشر یک آهنگ از حضور شما مرخص میشیم. شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز امانت میکنیم. خداوند دل داده که دوست داشته باشیم، پس حتی انسانهایی که ما را دوست هم نداره ما دوستشان داریم. بله این بود برنامه گلبانک که تقدیم شما کردیم. همیشه لبخند در لبانتان جاری باشه و صبح را با لبخند آغاز کنین. تا برنامه بعد شما را به خدای پاک میسپارم. میریم سراغ آهنگی که از فیاض حمید هست با هم مشنویم.